سلام، جمعه 27 بهمن 96، 16 فوریه 2018 میلادی. در مورد 6 موضوع امروز صحبت میکنم. موضوع اول اینکه علیرضا کریمی کشتیگیر ملی پوش ما سرانجام به 6 ماه محرومیت از مسابقات بین المللی و حمید جمشیدی مربی تیم ملی به 2 سال محرومیت محکوم شد. حمید جمشیدی مربی است که از کنار دوشک به کریمی میگفت باید ببازی و برابر بیانیه فدراسیون کشتی ایران پرونده تعلیق کشتی ایران بازه و کل ورزش ایران هم زیر ذره‌بین قرار داره و در میدانهای مهمتری مثل المپیک ممکن است که کل ورزش ایران تحریم بشه. سیاست احمقانه‌ای که سالهاست از دنبال میشه در ایران برای کشتی نگرفتن یا مسابقه ندادن در رشته‌های مختلف با ورزشکاران اسرائیلی، سیاستی که آقای خامنه‌ای همین بعد از ماجرای علیرضا کریمی اون رو تقدیر کرد و انگشتر عقیقش رو به آقای کریمی داد و یا امثال آقای لاریجانی و رئیسی و غیره هم تقدیر کردند، به این ورزش ما رو تحت فشار قرار داده و جوانان ما رو از دستیابی به مدال‌ها و جایگاه‌هایی که مستحق اون هستند محروم میکنه. سیاستی که به گفته بسیاری صاحب نظران، حتی فلسطینی ها خودشون این کار رو نمی کنند و هیچ کس هم در دنیا اصلا نمی فهمه و معلوم نیست به چه مناسبت باید جوان ما محروم بشه، اون هم به این شکل. موضوع دوم این که ماجرای قتل و کشتن کاووس سید امامی در زندان به نظر میرسه ابعادش داره روشن میشه. ظاهرا دارویی که از روسیه در اختیار دستگاه اطلاعات سپاه قرار گرفته و به روش‌های روسی معروفه به زندانیان تزریق میشه برای اعتراف گیری و وادار کردن اونها به اعترافات تلویزیونی و برنامه‌هایی که درست میکنند و در مورد این پرونده حقوق محیط زیستی ها و بازجوی خشنی به نام حمید فرامرزی در اطلاعات سپاه هست که او این کار رو کرده و به دکتر کاووس سید امامی دارو تزریق کرده، او رو وادار به مصاحبه کنه و بعد هم ظاهرا دوز دارو رو بالا برده که منجر به مرگ او شده. معتقدند فیلمی هم که از کلافگی او در سلول هست که پیراهنش رو در میاره و میخواد که بالا پرتاب میکنه ناشی از دارویی است که به او تزریق شده و به همین دلیل هم اجازه کالبد شکافی نمیدن. به نظر میرسه دیگر افرادی هم که در زندانها در ماجرای خیزش دیماه دست کم 5 نفر کشته شدند و حکومت ادعای خودکشونها رو کرده، قربانی همین روش های روسی تزریق دارو برای درست کردن نمایش های تلویزیونی شدند. محمد نجفی وکیل عراقی که وکالت وحید حیدری یکی از این کشته شدگان رو به عهده گرفته و در پرونده او میخواد ورود بکنه بازداشت شد و الان هم با 9 فقره اتهام مواجه. موضوع سوم این که خانم نسرین ستوده اعلام کرده که تنها 48 ساعت از انتشار بیانیه درخواست رفراندوم نگذشته بود که برای بلافاصله تهدید شده از جانب همون فردی که به بسیجی دهنگشاد معروفه، یعنی حمید احمد آبادی، که به شدت خانم ستوده رو تهدید کرده.
آقای ابو ترابی که به تازگی به امام جمعه تهران منصوب شده در اولین خطبه خودش از آقای روحانی انتقاد کرده به دلیل طرح مسئله رفراندومی که آقای روحانی گفته و گفته مسئولین سخنانشان باید مبتنی بر اصول باشه. امروز جمعه خط زنجیری از امام جمعه ها در شهرهای مختلف مثل مشهد، اهواز، شهر ری و چندین شهر دیگه که کاملا نشون میده که از دست مرکز ائمه جمعه در بیت رهبری دستورالعمل آمده در حمله به رفراندوم دیده میشد. موضوع چهارم اینکه سایت میدل ایست فروم خبر داده از اینکه جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفین در ونزوئلا هم دست داره. به نوشته این سایت افرادی از اطلاعات سپاه و سپاه در اونجا پشت پرده آموزش دادن سرکوبگرا رو، به خصوص تاکتیک های موتور سوارهایی که به صف تظاهر کنندگان حمله کنند و روش هایی رو که در ایران بارها به کار بردن به ونزوئلایی ها هم منتقل کردن. خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا هم که با خانم آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان دیدار داشت، بعد از این دیدار عنوان کرد که دو طرف آلمان و انگلیس بر حفظ برجام تأکید دارند ولی همانند امریکا نگران فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه هستند. خانم نیکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل هم بر اساس گزارش کارشناسان سازمان ملل که ارسال سلاح از سوی جمهوری اسلامی به یمن و حوثی‌ها رو تایید کرده، عنوان کرده که وقت طرح این مسئله ایران در شورای امنیت سازمان ملل فرا رسید. موضوع پنجم این که دادگاهی در ترکیه 6 روزنامه نگار را به اتهام مشارکت در کودتای 2 سال پیش به حبس ابد محکوم کرد. اما همزمان وزیر خارجه امریکا در ترکیه به سر میبره و ظاهرا با دولت اردوغان به تفاهم رسیدن و اعلام کرده که آنکارا و واشنگتن تفاهم کردند که کردها از منبج خارج بشن. ضمن تاکید کرده که ترکا به هر حال برای حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملیشون حق دارن. 300 کشته آماری است که اعلام شده از روس‌ها در عملیات شرق فرات کشته شدند. گفته میشه اینها اون ارتش مزدوران روسیه هستند، چون تعداد زیادی غیر ظاهرا غیر نظامی ولی به شکل مزدورانی که پول میگیرند به جنگند از روسیه در سوریه حضور داشتند. البته روسیه کشته شدن روس‌ها رو تکذیب کرد. آقای مولر که به پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا رسیدگی میکنه، کیفرخواستی رو امروز صادر کرد که 13 شخصیت حقیقی و 3 شخصیت حقوقی روسی رو به دخالت در انتخابات آمریکا متهم کرد. اما موضوع آخر این که آقای پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی فرمودند که می توانیم مسئله دلار رو حل کنیم اما دست امریکایی ها در افزایش قیمت دلار هست. یعنی یک تریلیون و بیش از 400,000 میلیارد تومان نقدینگی خرج کردن و حالا که قیمت همه چیز بالا میره از جمله دلار، اون رو میخوان توطئه امریکا نشون بدن. دندکی صاحب سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانیان.